سلام من مهدی شجری هم ادمین پیج موو نیوز و توی این ویدیو میخوام در مورد استراتژی محتوا صحبت بکنم تصمیم گرفتم چند وقتیه که تجربیات واقعی خودم از تولید محتوا رو با شما به اشتراک بذارم صدا خیلی میپیچه خب داشتم میگفتم تصمیم گرفتم که تجربیات واقعی خودم رو توی این مسیری که تولید محتوا کردم با شما به اشتراک بذارم توی این یکی صفحم و امیدوارم که به کار یک کسی بیاد من توی اینستاگرام تقریبا 750 هزار تا فالوور دارم توی پیج موبو نیوز و توی یوتیوب هم تقریبا بیشتر از 50 هزار تا سابسکرایبر دارم و توی این ویدیو همونطور که گفتم میخوام در مورد استراتژی محتوا صحبت بکنم که اولین قدم برای شروع فعالیت تو یوتیوب یا اینستاگرامه چیزایی که توی این ویدیو میگم قطعا خیلی مهمه اما طبیعتا همه این موضوع نیست اولین نکته ای که قبل از شروع فعالیت باید رعایت بشه و بهش توجه بشه داشتن دورنگاهه داشتن دورنگاه و یه سریا بهش میگن داشتن بیزینس مدل ولی من همشو مادی نمیبینم چیزی که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که من میخوام یه محتوایی رو تولید بکنم آیا این کاری هستش که من بخوام انجامش بدم تو 6 ماه آینده تو یک سال آینده تو دو سال آینده این چیزی هستش که من آیندم رو توی این کار ببینم این دورنگاه باعث میشه که شما همین اول تکلیفتون مشخص باشه همین اول بتونید انگیزه داشته باشید برای یه مسیر طولانی و سختی که قراره طی بکنید و اگر این دورنگاه فقط برای های مالی باشه مثل رسیدن به مانیتایز یوتیوب یا تبلیغات انجام دادن یا پول آوردن احتمالش وجود داره که یه جایی شما ناامید بشید یا اینکه هوشمندانه اینجاست که شما اگر دورنگاه خوبی رو بچینید میتونید برآورد بکنید که این زمان هزینه انرژی و وقتی که میذارید برای کار تولید محتوا برای اینکه توی اینستاگرام یا یوتیوب موفق بشید اگر توی حوزه دیگه ای بذارید به نظرتون نمیشه بیشتر موفق شد این داشتن دورنگاه اولین چیزیه که موقع شروع کار تولید محتوا حتما باید بهش توجه بکنید یه سری مثالم لازم میدونم که این وسط بگم مثلا اگر قرار تو حوزه آموزشی کار بکنید دورنگاه شما میشه فروش پکیج های آموزشی که توش تخصص دارید اگر تو حوزه های عمومی میخواید کارتون رو استارت بزنید شاید مثلا تبلیغات هدفمند بتونه یکی از دورنگاه های مالی شما باشه همه اینها دونستنشون قبل از شروع میتونه به شما توی این مسیر کمک بکنه پس همون اول چهارچوب رو به صورت دقیق مشخص بکنید تا جایی که میشه این دقیقه شاید توی مسیر تو دل مسیر یه سری راه های دیگهی به شما نشون داده بشه که همشون هم جذاب باشه مثل اتفاقی که برای خود من توی موبونیوز افتاد اولش که شروع کردم اصلا یه سری از راه ها رو فکرشم هم نمی کردم اصلا به ذهنم نمی رسید اما میدونستم که قرار خودم چی کار بکنم و به اونهایی که از اول برای خودم چیده بودم اون چارچوب دقیقی که تعیین کردم رسیدم و توی این مسیر فرصت های هم که پیش اومد ازشون استفاده کردم پس دور نگاه نباید صرفا یه چیزی باشه که فقط ازش سرسری بگذرید اوکی من یه پیج اینستاگرام میزنم یا یه چنل یوتیوب میزنم تو پیج اینستاگرامم به 15000 تا 20000 تا فالوور برسم شروع میکنم تبلیغات کردن خب خوبه دیگه پول از توش در میاد این همه آدم تو اینستاگرام دارم فعالیت میکنم. یا اینکه مثلا تو یوتیوب فعالیت میکنم میرسم به هزار تا و از اون به بعد دیگه دلار در میارم هزار تا سابسکرایبر میگیرم مانیتایز میشم و دیگه دنیا تموم میشه من پولدار میشم از این خبرها نیست باید دقیق بدونید که میخواید چی کار بکنید و اون محتوا و اون کاری که دارید میکنید چه دردی و از چه کسی دوام میکنه چه دردی رو از خودتون دوا میکنه تو دل این دورنگاه یه موضوع دیگه هست تقریبا همزمان با هم دیگه باید بهش فکر بکنید اونم تعیین موضوعه. شاید بشه اولویتم هم داد اول دورنگاه و بعد تعیین دقیق موضوعی که قرار توش فعالیت بکنید برای تعیین موضوعی هم که قرار توش فعالیت بکنید دو تا نکته اساسی از نظر من وجود داره یکی اینکه به اون حوزه‌ای که میخواید توش کار بکنید علاقه داشته باشید دومیش هم که اون حوزه رو بلد باشید صرفاً بلدش باشید نمیگم متخصص 100 درصدی توش باشید چون توی مسیری که قراره برید خودتون هم میتونید یاد بگیرید کلی چیزای جدید به دانشتون اضافه میشه اما باید حداقل یه چیزی ازش بدونید بلدش باشید یه حرفه ای داشته باشید توش و این تو امان شدن علاقه و حرفه باعث میشه که شما توی مسیر طولانی که قراره برید که مسیر سختی هم هست دیرتر کم بیارید یا اصلا کم نیارید ان که کم نیارید چرا میگم چون اگر شما تو حوزه علاقه نداشته باشید و توش تخصص نداشته باشید نمیگم تخصص منظورم یعنی میگم تخصص منظورم خیلی خفن بودن نیستا اگر بلد یه حوزه ای نباشید یه جایی به بنبست محتوایی میخورید به یه جایی میرسید که دیگه میگید خب من الان یه سری محتواهای ترند رو ساختم الان چی کار بکنم چرا چون نه به اون حوزه علاقه دارید که برید بیشتر در موردش بخونید ذهنتون سراسر درگیرش باشه نه انقدر تخصص دارید که بتونید موضوعاتی که بلدید رو خیلی راحت بیاد با بقیه به اشتراک بذارید پس موقع شروع حتما باید چهارچوب دقیق موضوعتون هم مشخص باشه چهارچوب دقیق موضوع موقع شروع حالا شاید جلوتر که برید این مسیر یه ذره بازتر براتون بشه توی حوزه های دیگه هم شروع بکنید محتوا ساختن اما اون اول خوبه که تمرکز داشته باشید روی یه موضوع روی اون موضوعی که بهش علاقه دارید و حرفه دارید اینم از این مثالی که این وسط لازم میدونم که باز بگم اینه که خیلی ها میبینن که مثلا ساخت ویدیوهای دوربین مخفی ساخت ریاکت به ویدیوهای تیک تاک یا چه میدونم ویدیوهای فان سرگرم کننده گیم ویدیوهای بازی اینا همش داره ویدیوهای خوب میخوره بازدیدای خوب میخوره تو یوتیوب کسایی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن تو اینستاگرام قوی هن، میتونن پول در بیارن ویدیوهای سوسماستی تو اینستاگرام اوکی منم برم تو دلش اگر که تو این حوزه علاقه نداشته باشی و صرفا برای ترند بیای داخلش قطعا به یه جایی میرسی که میگی آقا من اصلا آدم این کار نیستم و میری کنار پس موضوع دقیق رو متناسب با روحیه شخصیت حرفه خودت باید هم اول مشخص بکنی و اولش متمرکز بی. حالا این وسط متمرکز رو گفتم بازم لازم میدونم که یه تأکیدی روی تمرکز بکنم. اون اول که شما میخواید کار بکنید قاعدتا کسی شما رو نمیشناسه و شاید خیلی شناخته شده نباشین و متمرکز کار کردن روی یه موضوع میتونه باعث بشه که مخاطبها بیان سمت شما مخاطبهایی که واقعا به اون موضوعی که شما دارید تولید محتوا میکنید توش علاقه دارن وقتی مخاطب بیاد باهاش تعامل برقرار میکنید و اون موقع است که میتونید شروع بکنید توی حوزه های دیگه محتوا تولید بکنید پس اولش اینجوری نباشید که خب ببین من مثلا میخوام آموزش پریمیر بدم دو تا درس از پریمیر بگم بذار حالا این وسط یه هم بگم من یه ذره طراحی سایتم بلدم بذار اونم بگم شاید یه دو تا مخاطب از اون ورم اومد شاید فکر بکنید که اگر محتواتون تو دسته های مختلف باشه مخاطب بیشتر براتون میاد اما اصلا اینطور نیست این یه خطای ذهنیه اولش به نظر من باید متمرکز کار رو شروع کرد و بعدش این گستره رو پهن کرد یه مثال میزنم من الان توی زمینه موبایل تقریبا به اون مخاطبی که میخوام رسیدم هنوزم که هنوزه بازم میخوام متمرکز باشم تو همین حوزه موبایل یعنی خیلی سخت میخوام یعنی میخوام برم سمت لپتاپ و اینا خیلی دوست ندارم چرا اون چرا چون اون تمرکزه رو از من میگیره اینم از این و اما موضوع سومی که باید توی تعیین استراتژی بهش توجه بکنید مخاطبه و جامعه هدف مخاطب هدف شماست دنبال همه نمیتونید باشید نمیتونید یه محتوایی رو تولید بکنید که همه ازش خوششون بیاد نمیتونید یه چیزی بسازید که هیچ کسی باهاش مخالف نباشه موقعی که شروع میکنید سعی بکنید که متناسب با حوزهتون و اون حوزه فعالیتتون بدونید که مخاطب هدفتون کیه اگر میخواید گیم بازی بکنید مخاطب هدف مثلا میشه نوجوانا اگر میخواید موضوعات عمومی تولید بکنید معمولا آدمایی که بین 18 تا 30 سال هستن مخاطب, مخاطب شما هستن و ویدیوهای شما رو میبینن اگر میخواید موضوعات تخصصی مثل آموزش طراحی سایت آموزش پریمیر آموزش فتوشاپ رو بدید مخاطب شما کسیه که به هنر علاقه داره به تصویر علاقه داره و میخواد توی این زمینه یاد بگیره پس یه محتوا نمیتونید بسازید که همه بیاد ببینه همه بیان ببیننش این چه کمکی به شما میکنه این کمک رو میکنه که موقعی که تولید محتوا میکنید میدونید که چقدر مخاطب دارید و توقع بیجا از بابت دیده شدن ویدیو هاتون نخواهید داشت مثلا یه ویدیو آموزش پریمیر میسازید توقع نباید داشته باشید که اندازه یه ویدیو مثلا آموزش اینستاگرام یا ترفند موبایل دیده بشه اگر یه ویدیو آموزش کار با رابط کاربری iOS میسازید یا مثلا آموزش ترفند های واتساپ میسازید نباید توقع داشته باشید که اندازه یه ویدیو گیم یا یه ویدیو سرگرمی دیده بشه وقتی بدونید مخاطب هدفتون کیه چی میخواد و چقدره اینجوری توی این مسیر تولید محتوا کارتون راحت تره. اینجا میخوام یه مثالی بزنم طبق جمله که یه ذره عقب تر گفتم نمیتونید یه محتوایی بسازید که همه ازشون خوشش بیاد همه همه ازش خوششون بیاد چرا میخوام یه گریز بزنم به یکی از پادکست های محمد رزا توی رادیو متمم که پیشنهاد میکنم حتما اگر اهل پادکست هستید گوش بدید رادیو متمم رادیو مذاکره محمد رضا شوانعلی هر کدومش رو سرچ بکنید براتون میاره توی یکی از اون پادکست ها که در مورد برنده محمد رضا عزیز میگه که شما نمیتونید یه برندی رو بسازید که همه ازشون خوشش بیاد همه ازش خوششون بیاد شما این کار رو نمیتونید بکنید یعنی نمیتونید یه برندی رو بسازید که مخاطبش هم آدم فقیر باشه هم آدم پولدار هم آدم شرقی باشه هم آدم غربی هر برندی که داشته باشه هر برندی که بخواید بسازید یه سریا میخوانش و یه سریا باش مخالفن توی تولید محتوا هم دقیقا همینه من میخوام محتوا رو تشبیه بکنم به برند و این موضوع رو یه بار دیگه بهتون گوش زد بکنم و اما نکته آخری که توی تعیین استراتژی میخوام بگم و خیلی مهمه شناخت دقیق ظرفیت خودتونه یعنی اینکه شما بدونید دقیقا چقدر وقت دارید چقدر وقت میتونید بذارید برای تولید محتوا چه چیزهایی برای این مسیر بلدید کار کردن با نرم افزارهای ادیت کار کردن با دوربین چه تجهیزاتی دارید همه اینا میشه ظرفیت ها و پتانسیل هایی که شما دارید زمان تجهیزات حرفه همه اینا باعث میشه که اگر دقیق بشناسیدشون مسیرتون هموارتر بشه چرا چون خیلی براشون پیش میاد که پتانسیل خودشون رو نمیدونن اولش یه سری ایده دارن از روی احساس شروع میکنن به کار کردن ایده هاشون رو مینویسن رو کاغذ و میرن که اجراش بکنن میبینن که وقت ندارن میبینن که تجهیزات مربوط بهش رو ندارن میبینن که نمیتونن از پس ساخت اون محتوا بر بیان اگر شما پتانسیل و ظرفیت خودتون رو دقیق موقع شروع بشناسید برنامه ریزیتون هم راحت تر میشه میدونید که یه محتوایی رو متناسب با این ظرفیتاتون الان میتونید بسازید یه محتوا نیاز داره که مقدار بگذره میذارمش برای یک ماه دیگه که قرار تولید بشه پس شناخت ظرفیت ها هم مورد چهارمیه که توی این تعیین استراتژی من باش مواجه شدم و لازمه که شما هم بهش توجه بکنید یه نکته و مثالی هم که میخوام در مورد موضوع چهارم بهتون بگم که همون شناخت ظرفیت اینه این داستان یعنی شناخت ظرفیت کجا به کار میاد خیلی از ماها موقعی که میخوایم محتوا و تولید محتوا رو شروع بکنیم میایم یه سری آدما رو میبینیم که مسیر رو رفتن اون جایی هستن که درخت پربار محتواشون داره میوه میده و میگیم آقا من باید یه محتوای اون شکلی بسازم و وقتی میایم تو میدون عمل میبینیم که من که تجهیزات ندارم من نور ندارم من تح... نمیدونم سیستم ندارم من دوربین ندارم من میکروفون ندارم من جا ندارم و این باعث میشه که ما نتونیم شروع بکنیم یا برای شروع کردن انگیزه لازم رو نداشته باشیم. ظرفیت های خودمون رو بشناسیم، میایم متناسب با ظرفیت های خودمون کار رو استارت میزنیم. اینم از این توی ویدیو بعدی در مورد تقویم محتوایی و برنامه ریزی تقویم محتوا صحبت میکنم و توی ویدیو بعدش در مورد خلق ارزش توی محتوا. خلق ارزش توی محتوا باعث میشه که ویدیوهای ما دیده بشه. محتوای ما دیده بشه بیشتر از اون چیزی که توقعش رو داریم. پس منتظر ویدیوهای بعدیمون باشین. من توی این پیجم خیلی وقت تولید محتوا ندارم همونطور که میدونید یا شاید هم نمیدونید اگر یه نگاه به پیج موو نیوز بندازید تقریبا هر شب یه ویدیو اونجا دارم که خیلی از آن زمان میبره کلی استوری براش تولید میکنم کلی اونجا مشغله دارم هر موقع یه تایم خالی پیدا بکنم مثل الان که ساعت دو نیمه شبه میام و یه سری از تجربیات هم اونجا بهتون میگم ولی خیلی نمیتونم منظم و سر ساعت و سر روز این رو ارائه بدم امیدوارم که همین محتوایی که تجربه واقعی منه به درد یه نفر بخوره که میخواد توی این حوزه فعالیت بکنه امیدوارم که محتوای این ویدیو هم براتون جذاب بوده باشه دمتون گرم که تا این آخر با من اومدید واسه مو نیوز هر سوالی دارید بپرسید توی کامنت ها اگر نکته ببینم که بشه در موردش ویدیو ساخت حتما یه ویدیو در موردش میسازم توی کامنت ها با هم تعامل خواهیم داشت دم همتون گرم خیلی مخلصم